سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. با یه ویدیو دیگه اومدیم که در خصوص معیارهای اصلی انتخاب صرافی‌های رمزارزها که حالا اصطلاحاً صرافی مجازی بهشون گفته میشه تو بازار کریپتوکارنسی با شما صحبت کنیم. میخوایم که فاکتورایی رو به شما آموزش بدیم که به راحتی سرتون کلاه نذارن، بدونید که تو کدوم اکسچنج میتونید کریپتوتون رو به هر کریپتوی دیگه یا پول فیات تبدیل بکنید. حتی این موضوع روی کریپتوهایی که در داخل کشور میتونید تبدیل بکنید هم حاکمه. ما یه سری معیار به شما میدیم، این شابلون رو شما میتونید برای هر اکسچنجی استفاده کنید. پس در نظر داشته باشید که این فاکتورها میتونه به شما خیلی کمک بکنه. در ادامه پیشنهاد میکنم یه قلم و کاغذ بردارین، این نکاتی که من خدمتتون توی این ویدیو توضیح میدم رو یادداشت بکنید تا بتونید بعداً ازش به نحو احسن استفاده کنید. مطابق معمول سمت راست صفحه پایین شما شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید. ویدیوهای ما تو شبکه آپارات یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه‌ها هم شما می‌تونید از آخرین اخبار و اطلاعات حوزه کریپتوکارنسی مطلع شید. اگر موضوع براتون جذاب هست پیشنهاد می‌کنم ادامه ویدیو رو ببینید و اگر تا الان هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین و اون زنگوله رو فشار ندادین، قبل از هر کاری اون رو انجام بدید ابتدا تا بتونید از آخرین ویدیویی که براتون به اشتراک میذاریم مطلع بشید. خب بریم برای ادامه موضوع. ما انواع مختلفی از اکسچنج رو توی این بازار داریم. همونطور که میبینید اون ستای بالا که سنترالایز، دیسنترالایز و هایبرید هست با مخفف های CX، DX و هایبرید هم که همونطوری نوشته میشه شناخته خواهد شد توی این ویدیو ما و در بازار هم با همین عناوین ازشون یاد میکند. اینها با هم یه تفاوت هایی دارن. توی سنترالایز همون مدل سنتی و قدیمیه، این همون کارگزاریه که شما تو بورس باشون سر و کار دارید، مراجعه حضوری میکنید یا اینکه از طریق سایت دارین اطلاعات رو وارد میکنه براتون خرید و فروش انجام میدن. این مدل سنتی خب یه مقدار استفاده ازش آسونه چون جا افتاده، سالهاست دارین ازش استفاده میکنید و عادت کردین بهش. نقدینگی بالایی داره توی این بازار چون تعداد آدم زیادی جذب شده، سرعت بالای تراکنش تو اینا وجود داره. خب این با ارزش، شما سریع میتونید پولتون رو به هر کریپتو و بالعکس تبدیل بکنید و قابلیت تبدیل به پول فیات داره. یعنی شما این کریپتو رو که خریدین و به هوای سودی یا نوسانی نگهش داشتین، حالا میتونید به پول فیات تبدیل کنید و برید ازش استفاده بکنید. اما این سنترالایز بودن اکسچنج ها یه سری معایب هم داره، از جمله اینکه کنترل وجه توسط خود صرافی انجام میشه. یعنی شما اینو انگار دارین میریزین به حساب صرافی و خب این یه مقداری نگران کننده هست، میتونه به قول دوستان بپیچه بره. یا اینکه داستان KYC رو انجام میده، دقیق اطلاعاتی رو از شما میگیره، اسناد خاص بانکی رو ازتون میخواد، هویتی رو ازتون میخواد و این خب مسئله ساز میتونه باشه در بعضی موارد. آسیب پذیرتر، یعنی هر چی شنیدین که اومدن زدن این اکسچنج و پولش رو بردن این هکرها، بیشتر تو اون سنترالایزا بوده. و اینکه تحت نظارت قوانین سازمان ها و دولت هاست و اینکه خب محدودیت های قوانین و مقررات برش حاکمه. اما کانسپت بلاکچین این بود که اصلا قرار نیستش که کسی رگولاتور این بشه. از نمونه های بارز این سنترالایز میتونم به بایننس و کوین بیس اشاره بکنم که خب نمونه های بسیار مشهوری هستن و صاحبان اون جزء میلیاردرهای دنیا شناخته میشن. در خصوص دیسنترالایزا یه مقدار داستان فرق میکنه. اصلا برپایه این، یعنی واقعا اون بلاکچین اینجا رسوخ پیدا کرده، برپایه قراردادهای هوشمند اتریومه و اینکه یه جایگزین مطمئنی و قابل اتکایی برای اکسچنج های سنترالایز هست و اینکه دیگه شرکت کنترل رو دارایی نداره و این دارایی در اختیار شماست. بین دو نفر این معامله انجام میشه با روش هایی که خب به هر حال روش های جدیدی هست این کار انجام میپذیره. هویت شما قطعا توی این دیسنترالایز ناشناس باقی خواهد موند و اسناد شخصی از شما
نمیخواد، اسناد خاصی رو از شما نمیخواد، مثل آیدی کارت. بعضن بعضی بروکرا و اکسچنج ها یه سری کشور چون تحریم هستن این اطلاعات در اختیارشون قرار بگیره اون حساب رو بند میکنن. احتمالا شنیدی که تعداد زیادی ایرانی حسابشون توی مثلا بایننس بلاک شد. و هر کاربری هم همونطور که گفتم دارایی خودش دست خودشه، خیلی راحت میتونه این کار انجام بده، احتیاج به یه KYC خیلی سفت و سخت هم وجود نداره، امنیتش هم بالاتره. شرکتی هم این وسط نمیشینه که این پول شما کریپتو رو بریزین به حساب اون بعد اونجا تبدیل بکنید. و خب عملا وقتی این اتفاق میفته امنیت بالاتر، این هکر نمیتونه بیاد سراغ اینا، تو شبکه دیتا دست خود شماست، مگر خود شما یه خطای امنیتی انجام داده باشین. و خب همونطور که معلوم از اسمش دیسنترالایز توضیح شده است و این توضیح شده گیش باعث امنیت بالای اون شده و هکرها بیشتر سراغ سنترالایز ها میرن. و خب در نهایت هم تحت پوشش قانون مقرراتی نیست، یه فرا قانونی فرا ملیتی و کشوری داره اینا فعالیت میکنن در دنیا. اما خب یه ایرادی که داره این که سرعت تراکنشش پایین تره، فقط کریپتو به کریپتو میزنه، فیات نداره. و خب این نکته مهمیه، دقت بکنید. خب من کیس ایرانی براتون بگم، اگر دیدین جایی بهتون میگن ما شما رو مثلا KYC نمی کنیم، مدارکی نمیخوایم بهتون میفروشیم تبدیل میکنیم، یه مقدار شک کنید، چون اینا تعداد زیادیشون اینجوری کلاهبردار بودن، نمیگم همه ولی میگم تعداد قریب اتفاقی اینجوری بودن، یه مقدار نگران این مسئله باشین، به هر کسی و هر جایی اطمینان نکنین. تو گروه های تلگرامی خیلی میبینید میگن که مثلا میخریم بهتون میفروشیم، ولی در نهایت میبینید که طرف باید بره مدت ها دنبال پولش بود داری تا ببینه اصلا میتونه بگیره یا نه. و خب این ویدیویی که در حوزه اسکم تهیه کردیم من پیشنهاد میکنم حتما مشاهده بکنید، بالا کاردش میکنم براتون، که به هر حال این نکات باید مد نظر معامله‌گر حرفه‌ای باشه. و در نهایت هم هایبریدا که یه ترکیبی از سنترالایز و دیسنترالایز اومده، از هر دوتا این سیستم ولد و والد می‌بینیم اینجا هم رسوخ پیدا کرده و این نکته درش لحاظ شده که بتونیم ترکیب بهترین رو از سنترالایز و دیسنترالایز داشته باشیم تا بتونیم خدمات ویژه به معامله‌گران ارائه کنن. و خب از این جمله توی هایبرید میتونیم به کورکس اشاره بکنیم، توی دیسنترالایز هم مثلا پارادکس و آیدکس اینا جز موارد صرافی هایی هستن که توی این خیلی مشهور هستن، یه گوگل هم بکنید براتون اطلاعات کافی میاره. در ادامه هم بروکرها رو میبینید که خب اینا بر اساس یه قواعدی اومدن، همون دقیقا اینا نقش همون چیز رو دارن، کارگزار رو دارن، فضایی رو به وجود دادن که شما میتونید خرید و فروش توش انجام بدین. و اینکه یه سری هم اپلیکیشن هستن که جایگزین اینها شدن و این خدمات روی اپلیکیشن بر مبنای توکن ارائه میکنن که عملا میشه همون داستان قراردادهای هوشمند بر بستر اتریوم. حالا فاکتورها رو میخواییم با هم بحث کنیم. پس تو ویدیوی قبلی ما در خصوص دسته‌بندی اینها نگاه کردیم، ببینیم چه مزایا و معایبی دارن. و دیسنترالایز خب امنیت بالاتری تقریبا نسبت به بقیه موارد داره. توی اسلاید دوم میخواییم ببینیم اون فاکتورهای اصلی که میتونه ما رو در انتخاب یه دونه اکسچنج و در نهایت حتی بروکر راهنمایی بکنه ازش استفاده کنیم. من اینا رو تیتروار دارم میگم، میرم جلو توضیحات مربوطش رو میگم، امیدوارم که بتونید یادداشت بردید. یکی کوین پیرز باشه، یعنی قابلیت تبدیل کوین به توکن، به آلت کوین و استیبل کوین رو داشته باشه. استیبل کوین ها بسیار مهم هستن، این به خاطر اینکه زمانی که شما میخواین نوسان بگیری یا معامله انجام بدید، استیبل کوین برای شما نقش یه دارایی ویژه رو داره، مخصوصا رو دیسنترالایز که اصلا به پول فیات هم تبدیل نمیشه. یه ویدیو در این خصوص تهیه کردیم، حتما توصیه میکنم اونو ببینید، این بالا کاردش میکنم براتون. لیکویدیتی و ولوم
قابل توجهی داشته باشه، یعنی اون میزان تراکنش های بالایی داشته باشه. اکثرا به این مسئله میپردازن، میگن ما مثلا اگه ایرانی باشه میگه من مثلا در روز انقدر میلیارد دارم تراکنش میزنم، یا خارجی باشه مثلا انقدر میلیون دلار دارم تراکنش میزنم. این باعث میشه یه مقداری قیمت اون فیه که از شما بابت ترانزکشن میگیرن عادلانه تر باشه، و ضمن قیمتش چون تو تعداد نمونه زیاد میشه از نظر آماری عرض میکنه، جامعه به سمت نرمال میل میکنه، و وقتی به سمت نرمال میل میکنه اون حالت زنگوله شکل قیمت به وجود میاد و قیمت متعادل تره. این بازار یه قیمت یکسان نداره، شما قابلیت آربیتراژ بین بروکرهای مختلف رو دارید که خب این یک بحث جدایی هست. بحث امنیتش هست رو KYC و آنتی مانی لاندرینگ، بحث پولشویی و KYC هم که خب شناخت احراز هویت معامله گران هست. دقت بکنید که حتما توش اشاره شده باشه که از کولد استوریج استفاده میکنن، جز انواع کیف پوله که تو ویدیو کیف پول براتون توضیح دادم، اینم بالا کارت میکنم اگر ندیدین برید یه بار دیگه مشاهده بفرمایید. سکند فاکتور اتنتیکیت، یعنی هم براتون مثلا ایمیل بیاد SMS بیاد به این راحتی با یه دونه دوتا اوکی کردن خرید فروش انجام نشه، خب این امنیت رو میبره بالا، یا از طریق SMS باشه این سکند فاکتور اتنتیکیت، یا از طریق ایمیل باشه. یه کاستومر ساپورت، این خیلی مهمه که جواب سوالتون رو بدن قبل از اینکه معامله کنی، حتما ازشون بپرسید که محدودیت هایی برای معامله گران ایرانی دارن ندارن، محدودیت خاصی قائل میشن، فی و کامیشنایی که میگیرن دقیق ازشون از طریق ساپورت بپرسین. وقتی سوال میپرسین مینی سری بهت جواب میده، قاعدتا تو هین ترید هم اگر به مشکلی بخوری بهت جواب خواهد. هزینه های معامله هست، اکثرا 1% ترانزکشن بابت این از کل مبلغ بابت این کارگزاری ازتون میگیرن، و اگر مثلا حجم معاملاتون بالاتر بره این هم کمتر میشه. بعضیاشون هستن که بابت انتقال پول به غیر از این، مثلا شما خریدی تو کیف پولتون چیز داری اسمشه، شما بعضیشون هستن که بابت ویترا کردن اون پول به کیف پول دیگه شما یه هزینه میگیرن، چون اکثرا یه کیف پول در داخلشون دارن، اون معامله اونجا انجام میشه و شما میخواین انتقال بدین. اونا یه موقع میبینین عدد قابل توجهیه که اینا رو در نظر داشته باشین، جمع اینا یه دفعه یه عدد گنده ای نشه، و بعضن هم از کریدیت کارت و دبیت کارت بابت تبدیل پول فیات به کریپتوکارنسی استفاده میکنن. جدیدن هم ویزا کارت بعضی جاها اکسپت میکنه اینا، بعضی موارد تا 5% و حتی بالاتر از اون کمیسیون میگیرن. اینا رو قبل از اینکه یه کارگزار یا بروکر یا اکسچنج رو انتخاب بکنید، این موارد رو مد نظر داشته باشید. این قسمت هزینه ها، چون هزینه های پنهان هم بعضن ازش یاد میشه، یعنی میبینی شما کلی بابت این کمیسیون دادی و آخرش هیچی به هیچی. یه سری قوانین لیگال اسپکت داره که فقط یه سری کشورهای خاص رو میپذیره، یه سری آدم ها رو با شرایط خاص میگیره، بعضیشون بیمه میکنن این خدمتون عرض شود کریپتو و سرمایه که در داخل صرافیشون هست، اینا با اعتبار بالاتری هستن، چون اگه اتفاقی بیفته مثل اون داستان هکرها که هی مرتب به اینا حمله میکنن، پول شما سر جاش خواهد بود، نهایت با یه لگ زمانی بهتون برمیگرده. ترانسپرنسی که دارن، اصلا اینا دفترشون کجای، هدکوارترشون کجای، تیمشون کیه، و این داستان تیمشون کیه، تو اون ICO بنچ اگه یادتون باشه یه دونه ویدیو تهیه کرده بودیم که خیلی راحت میتونستین تیم تولید کننده رو ببینید. اینجا هم همین موارد حاکم هست، خیلی دقت بکنید این مسئله. این ویدیو ICO بنچ هم براتون بالا کارت میکنم مشاهده بفرمایید. و اینکه اصلا آدرس این کولد استوریجش رو شیر کرده یا نکرده، خب این مهمه شما بدونید به چه صورتیه. توی ویدیو کیف پول میلیاردرهای بیت کوینی هم این مسئله کامل توضیح دادم، این بالا براتون کارت میکنم. این فیلم ها به هم همه وابسته است، من توصیه میکنم که اینا رو زنجیروار ببینید که مفاهیم براتون قابل درک بشه. اگر از وسط یک ویدیو اومدین به این کاردا توجه کنید، روش کلیک کنید و اطلاعات کامل رو از روش بگیرید. ریپیتیشن که مربوط به اینی که مثلا این کارگزاری یا این صرافی اگر قبلا مورد حمله قرار گرفته، خب ریسکش بالاتره، چرا باید همچین کاری انجام بدید؟ یه مقدار حواستون مسئله جمع باشه. بحث ایز آف یوزک، راحت بشه تو استفاده کردن از اون صفحه، ریویو های مربوط به اون اکسچنج رو بخونی تو کامیونیتی هایی که وجود داره، مخصوصا تو ردیت و بیت کوین فوروم هایی که مربوط به اکسچنج و بروکر ها هست.
این کمک بهتون میکنه یه دیدی نسبت به مسئله پیدا بکنید. ما یه ویدیویی هم تهیه میکنیم در خصوص اینکه چجوری با ریال یا خدمتون عرض شود ارزای دیگه، مثلا از این استیبل کوین ها بتونید کریپتو بخرید، که اون تو یه سری نکته داره تو این راحت بودن استفاده از این سایت ها که پیشنهاد میکنم اون هم توی کانال ما دنبال کنید. بعضا متقاضی و تریدر دنبال اینه که بتونه تبدیل کنه به پول فیات، اینو پول فیات که بارها توضیح دادم پول همون کاغذی ارز کشور هاست، مثلا میخواد به یورو تبدیل کنه، به ریال تبدیل کنه، دلار یا هر ارز دیگه. بعضی از این تریدرها این اجازه رو میدن، بعضی ها نمیدن یا اصلا این قابلیت رو ندارن. عملا تو سنترالایزها این امکان وجود داره تا دیسنترالایزها، اینو مد نظر داشته باشیم. و بعضی موارد هم وجود داره که لوریج میکنن، امکان اینو میدن که تریدر بتونه تو معاملش یه مثلا دو برابر آوردش اعتبار بگیری یا درصدی از اون اعتبار بگیری، دقیقا مثل همون اعتباری که توی معاملات بورس به شما ارائه میشه. اینجا هم حاکم بعضی از بروکرها و اکسچنج ها این قابلیت در اختیار شما میذارن و هر آن چیزی که شما بر اساس تحقیق خودتون بهش رسید، doing your own research، میتونه این لیست رو تکمیل کنه. پیشنهاد میکنم اگر موردی پیدا کردین که توی این ویدیو من نبود و فکر میکنید برای بقیه دوستان مثمر ثمر هست، حتما تو قسمت کامنت های ویدیوی مربوطه در شبکه کریپتو فاندر در یوتیوب یادداشت بکنید، بقیه دوستان هم ببینن اگر نکته جالبی باشه که من براش حتما یه ویدیوی جداگانه اختصاص میدم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، ما رو لایک کنید، این ویدیو رو با دوستانتون و در شبکه‌های اجتماعی شیر بکنید. اگر تا الان سابسکرایب نکردین و علاقمند شدین به مطالب ما، حتما سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید که از آخرین اطلاعات به سرعت باخبر بشین. ویدیوهایی که مشاهده می‌فرمایید ویدیوهایی است که میتونه به توسعه دانش شما کمک بکنه. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خدا نگهدار.